روی خط ما آقای سیاوش اوستا هستن، دوست عزیزی که همیشه مهر میکنن به ما و به این برنامه و ما رو یاری میدن. درودی بر شما آقای سیاوش اوستای عزیز. درود بر شما مهربانجان استاد سیروس شرفشاهی، درود دارم به کارگردان برنامه شهرتی، برادرم مهندس امیر شجره، دبیرکل این دانشگاهی که خرد رو پخش میکنه. استاد شرفشاهی خسته نباشین، حالتون چطوره؟ بله شما باید نیستیم، به هر حال این رویدادهای داخل ایران و این کشتار نوجوانان بیگناه حالی که برای هیچ ایرانی باقی نمیگذاره. در حال اونجا سرزمین ماست، اون بچه ها و جوانان هم فرزندان ما هستن و بسیار دلنگرانیم که این رژیم جنایتکار اول که روی هیتلر سفید کرده، برای که همطور که اول برنامه هم گفتم هیتلر هرگز مردم خودشو نمیکش، مخصوصا این جوانان 12-13 ساله، آخه چجوری آدم میتونه با این وحشیگری این بچه های مردم بکشه؟ که چی؟ این مثلا چه حرکتی میتونه این بچه 12-14 ساله انجام بده که به رژیم رو متزلزل کنه یا ناراحتش کنه تا این حد که این بچه ها رو به مسلسل ببندن؟ و بعدم همیشه آقای سیاوش اوستا، من و حتی شاهزاده رضا پهلوی هم چندی قبل هشدار دادن به این افراد سپاه پاسداران که به هر حال این رژیم دیر یا زود میره و شما رو همه رو شناسایی کردن و زندگی آیندهتون به خطره، انتقام میگیرن مردم ایران از شما، بذارین زمین و برین اصلا کنار از این ماجرا و این نونی که میخورین، این نون اصلا در حال دردآوری برای وجودتون میشه. هیچ وقت نمیشه آدم مسلسل بگیره به یه بچه 12 ساله. معلوم نیست، این در نقطه دیگه یکی از خیشان شما رو همین که یکی دیگه از پاسدارا به زیر مسلسل بکشه و از بین ببره. مگه شما فرزند ندارین؟ مگه شما خانواده ندارین؟ مگه شما دختر ندارین؟ زن ندارین؟ چرا مردم ایران رو میکشین؟ شما ایرانی هستین، اینا عربن اومدن مملکت ما رو تسخیر کردن. اصلا نگاه کنین، همین رئیسی بارها و بارها گفته من افتخار میکنم عراقی هستم و آخرش هم در عراق من رو مردم دفن کنین. اینا همه شون این آخونده مال عراق و مال ایرانی نیستن اینا. و بعدم خب یه ایرانی هرگز نمیتونه بچه 12-13 ساله ایران رو دستور بده بکشن، ناصر علی دستور میده، ولی شما بذارین زمین نکنین پاسدارا، آیندهتون رو فکر کنین، زندگی آیندهتون و خانوادهتون. این بچه ها شناسایی دارن میکنن دونه دونه شما رو، یک دفعه دیدی خونتون رو با آتیش میکشن. نکنین این بچه های معصوم و بیگناه 13-14 ساله رو به مسلسل نبندید. در هیچ جای دنیا یه چنین وحشیگری نیست. یه گوسفندی رو اینجوری نمیکشن که شما بچه های هموطن خودتون رو میکشن. بعد آقای سیاوش اوستای عزیز، استاد شرفشاهی، در ابتدا میخوام با آگاهیتون برسونم دو تا خبر، یکی بد یکی خوب. خبر خوب اینه که امروز پارلمان انگلستان لایحه رو داره به تصویب میرسونه که سران درجه یک نظام که حدود 3000 تا آخوند درجه یک هستند، مثل قرائتی، مثل رؤسای قوه، مثل خانواده لاریجانی، مثل آیت الله حوزه های علمیه قم، مشهد، اینا که دیگه اسمشون رو میخوام بیارم، اینها در انگلستان جدا از این که پاسپورت خود این رو پارلمان اعلام کرده، اسامی نگفته، من به شما گفتم، ولی چند نفر گفته اینا پاسپورت انگلیسی دارن، خونه تو انگلستان دارن، میلیاردها دلار پول دارن، همه اینها رو پارلمان میخواد توقیف کنه و پاسپورتاشون هم ازشون بگیره. این یک خواهشی است که من از همه مهربانیاران دارم که در همه جا به ویژه در کانادا و دیگر کشورهای جهان این رو بخوان از پارلمان ها. در فرانسه این قضیه مطرح شد و به ویژه در کانادا که این حرومزاده رو پولاشونو بگیرن. حالا خصوصا در رابطه با قرائتی که اسمش تو اینا هست، این حرومزاده بی شرف مردم این شعارها رو میدن. آقای شرفشاهی ببینید، من به ملت ایران، مردم عزیزم، مهربانیارانم که من غلامشون هستم، اگر غلامی هست که ما قبول نداریم، اگر بردگی هست، اگر بندگی هست که ما قبول نداریم، من برده جوانان ایران هستم، من برده دختران آریایی هستم که اومدن به ما حیثیت 7700 سالی ما رو پس دادن. آقای شرفشاهی خوب گوش کنید، من وسیله دوستان عزیز که میخوام بگم و همه مهربانیاران،
قرائتی یک نمونه است. یعنی بعدم در مورد بیشرفی و دژنام های دیگه که مردم میدن، بعضی میگن اونو نگو اینو نگو، هر کی گفت اینو نگو اونو نگو، بزنیدش بزنیدش از خودشونه. دژنام در هنگامی که میکشن، شکنجه میدن، لخت میکنن پدر مادر رو، چه میکنن، دژنام برای شکستن قداست اونهاست. قداست اونها رو بایستی شکست با فحش دادن، با دژنام دادن. این مشکلی نیست. هی این بچه های فسقی نه هم بخواهد میگه آقا اونو نگو اینو نگو، نه. یک از این نکته مهم دیگه جناب شرف شوی، خبر بد مربوط میشه به برادران و خواهرانمون در سرزمین آریانا، خراسان بزرگ، افغانستان. در هشتم این ماه دو تا وزیر اطلاعات امریکا و افغانستان طالبان با هم دیداری داشتن. بعد از اون با پهباد دارن چند روز منطقه بدخشان مقاومت رو دارن میزنن. تا حالا قربانیان زیادی گرفته شده، افراد زیادی. طالبان از زمین حمله میکنن و پهبادهایی که مال امریکا از بالا داره مقاومت رو میزنه. این خبر خیلی مهمه، بایستی روش کار بشه. من همدردی خودمون رو با مردم قهرمان خراسان بزرگ، افغانستان، آریانا اعلام میکنم و عزیزان زیادی کشته شدن توی چند روز. نکته دیگه این فیلم است که آقای شهرتی دارن. یه دقیقه است آقای شرفشاهی، این فیلم از قرائتی است. قرائتی کیست این هرومزاده؟ این کسی است که حدود 30 سال رئیس سوادآموزی کشور بوده. یعنی گوش کنید ها، این حرفاشم بنویسید بچه ها، بنویسید، گوش کنید. این هرمزاده ها استنشاق میکنن هوا ایران رو، نباید بکنن. که در انگلیس خود اونا ایران کرده، اینا خونه پول دارن و بچه هاش دارن لختی میگردن، عشق میکنن، چه این نمونه است. حالا آقای شرفشاهی عزیزم، این مرد 30 سال همین الان فیلمو بعد از این صحبت من آقای شهرتی نشون میده، این مرد 30 سال رئیس نهضت سوادآموزی بود. یعنی آموزش در مملکت دست این هرمزاده بود. الان بیش از 10 ساله که رئیس ستاد اقامه نماز هست. یعنی تمام امام جمعه ایران بخشنامه این هست که هفته به هفته میره چه زری باید بزنن اونجا. و بعد آقای شرفشاهی 42 سال، 42 سال هست که این مردک برنامه تلویزیونی داره روزهای پنجشنبه و در مناسبت‌های دیگه میاد زرق میزنه. ببینید این پلید دیگه خالد ابن ولید نیست، امرآس نیست، مهاجمین در قادسیه اول 1400 سال به ایران نیستن. این حرامزاده الان هست در تهران موجوده. ببینید در مورد زنان ما، زنان شوهردار، حالا دخترای ما رو که میگیرن، حالا دخترایی که هیچ، زنان شوهردار ببینید چه میگه، گوش میکنیم. یک دقیقه است. از افرادی که خانمایی که شوهر دارن نمیشه دیگه ازدواج کنن الا ما ملکت ایمانکم، مگر او زنایی که شوهر دارن ولی تو جبهه شرکت کردن و کافرن و شکست خوردن و اسیر شدن. همین که اسیر شد شما میتونه به عنوان کنیز ببریش منزل و مثل همسر باش باشه. اسیرا اسیرام هر بچه، هر بچه از شکست خوردگان در جنگ زنان و دختران نستانید، که زنان را آغوش شوهران نیکوتر است و دختران را سرای پدران آسوده تر. در میان خود دشمنی نکنید که سرزمین و مردمانش یک سر به خاری و نیستی میبرد. آیش هفشه، این یک نمونه یک دقیقه بود. اینو میخوام بگم بچه ها از ایران، ما باید پشت سر بچه ها ایران باشیم. ببینید نسل جوان، نقطه مهمی رو میخوام به عرض برسونم، اون اینه که بچه های جوان نسل نو در ایران دارن میگن بیزارم از دین شما، نفرین به آیین شما. یعنی اینکه مرگ بر سید علی خامنه ای 100%، البته اون مرده، ولی باید بگیم مرگ بر این دین تازی حاکم بر میهنم با همه روحانیت. یه نمونه است. ببینید چی میگه، علنا میاد میگه تو رادیو تلویزیون که دخترای ما هیچ، زنان شوهردار رو بگیرید چه بکنید. ما نباید آرام بنشینیم. آقای شرفشاهی، امروز سخن زیبایی که از پیشکش میکنم بهتون اون اینه، به ما گفتند از دیرباز بهشت زیر پای مادران است. امشب من به همه عزیزان میگم در ایران ما
هر مادری بهشت زیر پاش نیست. همچنان که من میگم ما با سادات تازی می جنگیم، اما هر سیدی سادات تازی نیست. ما سیدهای بزرگواری داریم که جونشون رو برای آزادی ایران دارن میدن و خواهند داد. حالا بهشت زیر پای مادران نیست. چرا نیست؟ از الان میگیرم برمیگردم به 40 سال پیش، ریختن این پلیدان نظام اسلامی در مدارس دخترانه بسیار، فقط یکیشو یه هنرستان فهمیدیم، ریختن اونجا این چماقدارایی که روس هستن، یعنی چچن و کشورهای همسایه هستن شیعیان، اینا رو ریختن روی این بچه های ما، اینا رو لخت کردن، گفتن میخوایم شما رو تفتیش کنیم، و همین حرف پدرسگ قرائتی رو با اونا اعمال کردن. اینو میخوام بگم آقای شرفشاهی، در همین ایران امروز تا این چند روز من جمع زدم حدود 8000 تا مدرسه، دبستان، دبیرستان، دانشگاه، اینا حمله کردن به بچه‌ها به جوری 8000 تا. 8000 تا خانواده میشه 16000 تا بابا ننه. از این 16000 تا بابا ننه 1600 تا هم نرفتن بزنن این پدر سوخته رو، 600 تا هم نرفتن، 400 تا هم نرفتن. چرا نرفتن؟ چون اینا هنوز مسلمونن، چون اینا میگن این بچه‌ها سز اسلام روسری برداشته سوزونه. آقای شرفشاهی 44 سال، 43 سال پیش، از سال 60 اینا شروع کردن تا سال 63 124000 نفر رو اعدام کردن، غیر از عمرای ارشد ارتش که از 57 تا 60 اعدام کردن. اونجا بچه های عمرای ارتشی رو خیلی نمیدونید، من گفتم بارها الان دوباره میگم، در اونی که دو سال اول من ایران بودم اون موقع که عمرای ارتش رو اعدام میکردن، جناب شرفشاهی عزیزم، شبانگاهان دختران سلحشوری که امروز نمونه شو ببینیم 44 سال پیش با موتور میومدن توی خیابان، این پاسدارا رو به رگبار میبستن، چارتا ده تا میکشتن، خبرش تا آنان 44 ساله ملت ایران نداره. دختران و خانمها، بانوان و فرزندان عمرای ارتشی که اعدام شدن و خانواده هاشون، اینها یه جور انتقام میگرفتن روزهای اول، درست مثل اول اسلام که تمام خلفا رو ایرانیا کشتن، تمام خلفا. حالا 124000 نفر رو از سال 60 اینا اعدام کردن. این 124000 نفر هر کدوم دو تا پران داشتن، والدین داشتن، یکی بابا یکی ننه، یکی ماما. اینها بهشت زیر پاشون نبود، اینها خون و جهنم زیر پاشونه تا الان. اینها نیامدن مثل مادر ستار بهشتی عزیزم که از روز نخست به دادخواهی فرزندش مثل شیر تو میدون بود و دیروزم روسری را از سرش برداشت و زنهای دیگه همینطور. من شنیدم همشهری عزیزم، درود دارم بهش، فاطمه سپهری، درود دارم به مادرش، نوار از مادرش به من رسید، شنیدم این دوتا هر دوتا روسری رو برداشتن، موهاشون رو قیچی کردن. بانوی دیگه برای من فیلمش رو فرستادن، شرف شده، میگه من 80 سالمه، تا دیروز نماز میخوندم، تا دیروز روزه میگرفتم، الان این روسری رو که برمیدارم بسر بچه هام میگم بیزارم از دین شما، نفرین به آیین شما، و موش قیچی میکنه. از این از فردا خواهید دید زیاده در ایران. مردم اگر شما 124000 نفر دین تازی تو کلتون نبود، بچه هاتونو که اعدام کردن فوقش میزدنتون کتک، مثل مادر بهشتی، مگه نزدنش؟ مگه کتک نخورد؟ مگه بارها زخمی نشد؟ مثل شیر وایساد. هیچ توجیهی ازتون قابل پذیرش نیست، بگین ما رو تهدید کردن، ما رو کتک زدن، گفتن چرا نگیرید برای مهسا، دخت آریاییش متعلق به جهانه. بچه های دیگه که کشته شدن، نیکا، ساریناز، اینها دختران جهان هستن، پدر مادرشون ربطی نداره. من میگم اینجا امشب اینو میگم، این بچه ها بعضیشون رفته بودن با خالهشون زندگی میکردن، چون مادر ناراحت بود که میخونه خواننده است. این بچه ها همه هم تازه هنرمند بودن، حالا باید خانم گوگوش بیاد از مهسا به عنوان یک هنرمند تقدیر بکنه که شما بفهمید این هنرمندن همه این بچه هایی که کشتن. خب این ننن باباهای اینا اکثرشون اگر نیان فردا بگن بیزارم از دین شما، روسری از سبر ندارن، جلوی گلوله نرن، خودشون رو سپر نکنن، بچه هاشون به اینها نفرین میکنن. آقای شرفشاهی، ما 40 سال صبوری کردیم به خاطر این پدر مادری که جهنم زیر پاشونه. ستاره بهشتی کشته شد، مادرش علم کرد، خانم شیربیشه علم کرد، خانم های دیگه همه دیگه اسمشون نمیخوام، اون شیرزنانی که
الان در میدان هستن، خون بچه‌شون میخوان. اون 124 هزار نفر نخواستن، 124 هزار نفر اکثرا رفتن مکه، کربلا، نماز خوندن، فلان کردن، چه کردن، چه کردن، و دین تازی رو نگه داشتن. امروز این نسل آقای شرفشاهی نسل نویست، میره تا اینها رو نابود کنه. با همینی که عرض کردم، جهنم زیر پای تو پدر مادر هست و خون که از بچه‌هاتون حمایت نکردیم. بچه‌ها میان توی خیابون 100 نفرن، شما 200 نفر پدر مادر باید بیان اینا حمایت کنید، کشته بشید برای اینا. دوران آقای شرفشاهی سیاوش اوستا تعارف نداره. جهان نوین امروز به شما پیرا دیگه احتیاج نداره. بچه‌هاتون اگه بران ما به شما احتیاج نداریم. بچه‌ها گوهر ما هستن، اینها گوهری هستن که من و تو و همه رو در جهان پس از سالها سربلند کرده، نام ایرانی رو. اینها رو ما بهشون احتیاج نداریم. نه اونایی که هنوز به فکر مکه و مدینه و کربلا و نجات و سجادتون ای پدر و مادر کشته‌ها از دیروز تا به امروز. الانم دیر نشده اون 124 هزار نفر میخوام بگم، الانم بیا سجاده رو با روسری آتش بزنید. آقای شرفشاهی، در تمام ایران بخشهایی از شهرها مردم، دختران جوان بدون چادر و روسری را میرن سرلخ. باز هنوز این پیر پاتورا چسبیدن به فاطمه زهرا. اینه که باید تا این عوض نشه، تا این قرائتی های حرامزاده که میان چنین فتوایی میدن، چنان فرمانی میدن، گوشمالی نشن و فردا ایران آزاد. همه اینا رو خدمتتون میرسه. چون شما فرمودید آقای شرفشاهی، من یه عرض کوچک میکنم. اون این که چون آقای شرفشاهی فرمودید، اینو من بگم بهتون. ببینید، تمام ایرانی هایی که ایرانی هستن، شناسنامه ایرانی دارن، در وزارت اطلاعات، بسیج، سپاه، پاسداران، هر جا هستی، انقلاب که به زودی پیروز میشه، خاطرتون جمع باشه، شما رو نمیکشه. شما در سیستم آینده ایران حکم اعدام نبود، شما رو نمیکشه. اما همه اون چماقدارانی که شما هم حتی اونا رو زدین کشتین، اونها مجازات میشن که غیر ایرانی هستن و آمدن به ایران ما. هفته پیش عرض کردم آقای شرفشاهی، دوباره میگم، بچه ها از من خواستن، این قاطع هر روز میگن، میگن در ایران روسیه داره حکومت میکنه، روسیه، چین داره در ایران حکومت میکنه. دیدید این فیلمو من پس فردا تو برنامه هم نشون میدم، میبینید رئیس جمهور خودشون رو سابق، رئیس جمهور کنونی چین آقای شرفشاهی، از جلسه کنگره جلو تمام دوربین های جهان انداخت بیرون. چرا این کاری کرد با رئیس جمهورش؟ کسی که این رئیس جمهور کرده الان، به خاطری که بگه اگه کسی سفیر بود، وزیر بود، وکیل بود، با یه آدم بود، این دورانش تموم شد، رفت. همین کار با ایران ما میکنن، بچهای ما رو اینا دارن میکشن. همون اوکراین رو که داغون کرده پوتین و روسیه، همینا کسانی هستن که تو مسجد گوهرشاد مشروط خواهان ما رو 100 سال پیش به توپ بستند، به توپ. امروز نوکران خودشون اونجا به جای اونها هستن. علی خامنه ای یا همین قرائتی ها، اینها مهره های بی ارزش استعمار هستن. انگلستانی که قحطی آورد در ایران، بیش از 10 میلیون ایرانی رو کش، اینا همونان. اگر پارلمان انگلیس جدیت به خرج دادین، حرمزادگان رو پاسپورتاشون رو گرفت، پولاشون رو گرفت. بعد پولا رو که میگیرید بایستی فورا بدید به ایلون ماسک که تمام خدمات رایانه‌ای رو برای ایران مجانی کنه. پولا رو باید یه راست به اونا بدید و غیره. جناب شرفشاهی، ما دلمون خون هست اما شادمانیم، چون نسل نو کنونی ما تا الانش پیروزه، تا الان که دنیا رو با خودش کرده پیروزه، تا الان که میگه بیزارم از دین شما، نفرین به آیین شما، پیروزه، تا الان که روسری رو میسوزونه و سجاده رو باش میندازه میسوزونه، ما پیروزیم. شما جوانان پیروزیم، ما همه مخلص شما و فریاد شما هست. بله، بسیار ممنون. بله، این خود این رژیم اسلامی، من تصور میکنم که اصلا پایه های اسلام رو در ایران در حال ریشه کم بکنه، برای اینکه با این راه و روشی که داره میره در دنیا میبینیم. همین دیروز مرکز اسلامی هامبورگ و شهردارش اعلام کرد که اینجا مرکز فساد و جاسوسیه و بازوی رژیم، باید اینجا رو ما تعطیل بکنیم. دستور دادن که اینجا رو بهشون اعلام کردن که باید اینجا رو ببندیم برین، برای اینکه اینجا یه مرکز جاسوسیه. در همین نقاط مختلف اروپا انواع اینجور مراکز دارن، اینا رو باید همه ایرانی ها فشار بیارن اینا در حال تعطیل بشن، برای اینکه مرکزی علیه ایرانی ها این موقعی حتی همون کشور و همون شهر است.
این که من خیلی خوشحال شدم که فراکسیون پارلمانی آلمان دیروز اعلام کرد که مرکز اسلامی هامبورگ بازوی رژیم اسلامیه و اینجا باید سریعا تعطیل بشه. از شما بسیار ممنونم، مطالب گرم و داغی رو مطرح کردین. فقط آقای شرفشه اینو من آخرش بگم پیش از خداحافظی، من میخوام برای که خیلی پرونده ها رو ببرم، چون الان یه پرونده های علیه حامد اسماعیلی دارن وا میکنن که این جوان رو طفلی اذیتش کنن، حملات بهش شروع شده. من یک مسئله میخوام بگم، خوب گوش کنیم، این نکته یه دقیقه طول میکشه، خیلی مهمه. ببینید امروز اگر شیطان آمد کمک بکنه که اهریمن در ایران سقوط بکنه، ما ازش سپاسگزاریم. پدر من میگفت شیطان به شیخ رسید در راه، شیطان بگریخت تا نگردد گمراه. اگر نیروهای فمینیست هستن، چپ هستن، کارگری هستن، کرد هستن، چه هستن که بودن، نقش مهم اونا داشتن در رابطه با جهانی کردن این انقلاب، ما از همشون سپاسگزاریم. اینا همه ایرانی هستن، فمینیست ها ایرانی هستن، کرد ها ایرانی هستن، احزاب چپ ایرانی هستن. همونطور که شاهزاده رضا پهلوی بارها گفته و تاکید کرده، همه قانون های شورشی از دل مردم ایران اومده بیرون، ما از همشون سپاسگزاریم. الان هیچ جنگ و دعوایی نداریم، هر کس هر جا میخواد بره پرچم شیر و خورشید خودش رو میبره، با دیگری دعوا و جنگ و ستیز نداریم که بخواین ما رو به جون هم بندازن. پرهیز کنید از این فمینیستا در خارج از کشور خیلی به این حرکت کمک کردن. تا این سالها که خارج شدن احزاب چپ، نیروهای چپ و غیره که دیگه، و کردهای عزیزم، اینه که به هوش باشیم. فقط همونطور که رضا پهلوی گفت، رمز پیروزی اتحاد، وحدت، همبستگی است. و رژیم و استعمار نوین، چین، روسیه و انگلستان همه کارشون رو میکنن که ما شکست بخوریم. ما با آخوند تنها در جنگ نیستیم. استعماری که سود 25 ساله 30 ساله امضا کرده اون باهمه. بدین رو به هوش باشیم. با بوسه و مهر و سپاسگزار. بسیار ممنون از شما و مطالب جالبی که بیان کردین. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو میکنم. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای دکتر قره‌گزلو، سیاوش عبستا و امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.